گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند یار شادی وجد حقیقی ای سرا دردن افاضیر شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست زندگی تحت هدایت روح القدس زندگی تحت هدایت روح القدس دوست خوب من آیا شما در حال حاضر دوچار سردرگمی هستید و نمیدونید که خواست خداوند برای زندگی شما چیه؟ آیا شما با وجودی که گناهان خودتون را به خداوند اعتراف کرده اید و به عیسی مسیح ایمان آورده اید ولی باز نمیدونید که هدف از زندگیتون چیه و خدا میخواد توسط شما چه نقشه ای را به کمال برسونه؟ آیا شما به اطرافیان خودتون نگاه میکنید و ظاهرا اینطور به نظرتون میرسه که انگار همه دارن در جاده پیشرفت و ترقی جلو میرند ولی شما همچنان سرگشته و حیران در جای خودتون در جا میزنید دوست خوب من یک دلیل اصلی که چرا گاهی ما دچار سرگشتگی میشیم و نمیتونیم بفهمیم خواست خداوند از ما چیه و حالا که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان آورده ایم گناهانمون بخشیده شده و به فرزند خاندگی خانواده الهی او پذیرفته شده ایم خداوند پدر آسمانی مهربان ما حالا میخواد توسط ما چه کار کنه اینه که ما قادر به شنیدن صدای روح القدس به طور واضح نیستیم عزیزان برای هر ایماندار به عیسی مسیح این یک نکته بسیار مهم و حیاتیه که او قادر باشه صدای روح القدس را به خوبی تشخیص بده همینطور برای هر ایماندار به عیسی مسیح بسیار حیاتیه که او در تماس نزدیک و دائم با روح القدس روزانه زندگی کنه و از خواسته های او از وی اطاعت عزیزان روح القدس در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی میکنه تا مانع از سرگشتگی ما در زندگی بشه روح القدس در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی میکنه تا به ما نشون بده که خواست و اراده الهی خداوند از ما چیه. روح القدس در ما ایمانداران به عیسی مسیح زندگی میکنه تا به ما کمک کنه در انجام خواسته خداوند از ما موفق بشیم. اگه شما تا حالا موفق به شنیدن صدای روح القدس در خودتون نبوده اید شاید به این دلیل که از او نخواسته اید بله شاید تا حالا شما از روح القدس نخواسته اید تا بتونید صدای او را که در قلب، فکر و وجدانتون صحبت میکنه را به وضوح بشنوید و اون را درک کنید به طور خیلی جدی و خلاصه باید عرض کنم که اگه ما یاد نگیریم و بعد هر روزه تمرین نکنیم تا با روح القدس در مکالمه و رفاقت باشیم به هیچ وجه یک زندگی شاد و پیروزمندانه ای نیست برای انجام اراده خداوند نخواهیم داشت. برای قادر به شنیدن صدای روح القدس شدن باید اول مطمئن بشید که گناهی عمدی را در زندگی خودتون قایم نکرده اید خداوند روح القدس کاملا آری از هر گناه و قدوس و میخواد تا ما ایمانداران به عیسی مسیح هم روزانه گناهانمون را به خداوند اعتراف کنیم از او طلب بخشش نماییم و زندگی خودمون را هر روز به طور کامل به او تسلیم کنیم خداوند روح القدس بسیار مشتاق تا در یک ایماندار فروتنی که زندگی خودش را کاملا به او تسلیم کرده و مایل تا اراده او را انجام بده قدرت الهی خودش را به نمایش بگذاره. و بعد که قدرت خداوند روح القدس در اون شخص فعال شد و شروع به عمل نمود اون وقت او قادر به انجام هر خواسته ای که خداوند از او داشته باشه خواهد بود به عبارتی دیگه هر ایماندار به عیسی مسیح برای برخورداری از یک زندگی موفق، شاد و خداپسندانه و همچنین در جهت انجام اراده خداوند از او باید روزانه در روح یعنی با روح القدس زندگی کنه. زندگی با روح القدس یعنی اینکه شخص ایماندار بتونه ضرب العجل اولیه روح القدس به او را سریعاً بفهمه و از اونها اطاعت کنه دقت کنید که روح القدس به ناگهان یک خواسته خودش از ما را با اشاره کوچیک خیلی ملایم به ما نشون میده اگه ما با روح القدس به اندازه کافی روزانه وقت بگذرونیم و با او با صدای او و نحوه عمل کرده او به خوبی آشنا باشیم اون وقت ما خیلی زود میتونیم اشارات اولیه روح القدس به ما را به خوبی بفهمیم عزیزان روح القدس خیلی آرام ملایم به قلب ما یک پیامی میده که از ما چی میخواد و قدم بعدی ما باید چطور باشه اون وقت وظیفه ما اینه که از همون پیام کوتاه و ملایم روح القدس به قلبمون اطاعت کنیم بله از اون چه که فهمیده ایم روح القدس از ما میخواد اطاعت کنیم حتی اگه انجام اون خواسته به نظر ما غیر عادی بیاد شاید سوال شما اینجا این باشه که روح القدس چطور آرام، سریع، ملایم و کوتاه با قلب ما صحبت میکنه تا به ما بگه باید چه کار کنیم چند تا نمونه شاید بتونن به جواب دادن به این سوال به ما کمک کنند. مثلا شاید شما در قلبتون احساس کنید که باید از شخصی یا اشخاصی عذر خواهی کنید یا در قلبتون احساس می کنید که باید سریعا به شخصی یا اشخاصی کمک کنید یا که از صحبت و مراوده با شخص یا اشخاصی خودداری کنید یا که تلویزیون را خاموش کنید کلام خدا را مطالعه کنید و در سکوت به صدای روح القدس در درونتون گوش کنید و یا که به فلان مکان نرو یا به فلان مکان برو دوست خوب من امیدوارم که این چند مثال ساده تونسته باشن به شما نشون بدن که روح القدس به چه طرقی میتونه خواسته های اولیه خودش از ما را بر قلب ما بگذاره روح القدس میدونه که اطاعت ما از هر خواسته او موجب میشه تا ما از درد سرها، گرفتاریها، دلشکستگیها و خسارات و شاید حتی ارتکاب گناه در امان بمونیم. دوست خوب من کلام خدا در قلاتیان فصل 5 و آیه 25 میفرماید اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می کنیم لازم است که هدایت او را در تمام قسمت های زندگی خود بپذیریم آمین عزیزان امیدوارم با من موافق باشید اگه عرض کنم که خداوند قادر مطلقه یعنی او میتونه هر کاری که دلش بخواد انجام بده اگه بگم خداوند دانای مطلقه یعنی او همه چیز در این هستی و زندگی من و شما را هم کاملا میدونه و به تمام جزئیات زندگی من و شما و تمامی این هستی آگاهه و همینطور اگه بگم خدا همیشه در همه جای این هستی وجود داره و حاضره این یعنی این که خداوند همین حالا در کنار شماست و اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید او با روح مقدس خودش روح القدس در شما ساکن شده بله دوست من خداوند دقیقا میدونه شما کجا هستید در چه حال و روزی هستید چی دارید چی ندارید چی میخواهید و نیت قلبتون چیه با در نظر داشتن این حقایق خداوند از شما میخواد که اگه به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان ندارید همین حالا به او ایمان بیارید او را به قلبتون دعوت کنید تا گناهانتون آمرزیده بشند و حیات ابدی از او دریافت کنید. اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید خداوند قویا شما را تشویق میکنه که ارتباط خودتون با او را با مطالعه منظم کلام او و اختصاص وقت کافی به دعا دادن و گفتگو با او تقویت کنید در این صورت شما میتونید به تدریج روزانه ضرب الاجل های روح القدس را بفهمید از اونها اطاعت کنید و قدم به قدم در اراده پدر آسمانی خودتون روزانه به جلو برید دوست عزیز من شاید شما در مکان و شرایطی هستید که واقعا دلتون میخواد در اراده خدا زندگی کنید و از روح القدس و خواسته های او از شما پیروی ولی فکر میکنید که کمبودهای بسیاری دارید لطفا دقت کن مطمئن باشید که خداوند هرگز خواسته ای را از شما نداره مگه اینکه خود او اول شما را از هر جهت قادر و مجهز به انجام اون خواسته نموده باشه یادمون باشه که خداوند قادر مطلق دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضره او دقیقا میدونه شما در این لحظه به چی احتیاج دارید و برای همینه که کلام او امروز به شما میگه اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می کنیم لازم است که هدایت او را در تمام قسمت های زندگی خود بپذیریم. دوست من آیا شما اطمینان دارید که حال روح القدس در شماست؟ آیا شما با قدرت روح خدا زندگی می کنید؟ چه قسمت از زندگی شما تحت هدایت روح خداوند نیستند؟ آیا مایلی تا فروتن بشید و هدایت روح القدس را در تمام قسمت های زندگی خودتون بپذیرید؟ عاقلانه ترین عملی که شما میتونید امروز انجام بدید اینه که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان بیارید و زندگی خودتون را در هر شرایطی که هستید کاملا به روح القدس تسلیم کنید. عزیزان راهنمایی ها و هدایت های روح القدس روح خدای زنده همیشه برای خوبی، برکت، خیریت و منفعت شماست و جلال نام خداوند دوست خوب من اگه شما امروز مشکل مادی شدید دارید اگه با بیماری دست به گریبان هستید اگر نیاز دارید که ازدواج کنید اگه تمام درهای دنیا را به روی خودتون بسته میبینید اگه خودتون را سرگشته و حیران میبینید و نمیدونید قدم بعدی را چطور بردارید امیدوارم این گفته خداوند تونسته باشه به شما کمک کرده باشه اولین، صحیح ترین و مطمئن ترین قدم در لحظه ای که خودمون را سرگشته میبینیم اینه که اجازه بدیم قدرت روح خدا در ما فعال بشه و بعد هدایت روح القدس را در تمام قسمتهای زندگی خودمون بپذیریم و به او اجازه عمل کرد بدیم. خداوند خداوند وفاداره، خداوند سخاوتمند و مهربانه، او خداوندیه که شما را بیشتر از جان خودش دوست داره. دوست خوب من این دو قدمی را که خداوند از شما خواسته بردار و نتیجه را به خود او واگذار کن کمبودها به هر شکل و هر قدر بزرگ مشکلات هر قدر زیاد و عظیم ناملایمات هر چقدر فراوان و زجر دهنده بیماری ها از هر نوع در برابر قدرت و حکمت خداوند ما ناچیز هستند اجازه نده تا وجود هیچ کدام از این موانع ظاهری مانع از زندگی شما با قدرت روح القدس و هدایت روح القدس در تمام قسمت های زندگیتون بشه. <applause> عزیزان از شما دعوت می کنم تا در این لحظه با خداوند گفتگو کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم که به خاطر ایمانم به عیسی مسیح حال روح القدس تو در من زندگی میکنه. خداوند از تو سپاس گذارم که از تمامی شرایط و نیازهای من آگاهی و مایلی تا کمکم کنی و از زندگی من برای انجام ارادت استفاده کنی. خداوند من ایمان دارم که تو مرا دوست داری و برای زندگی من هدفی عالی من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم به من نشان بده که خواسته تو از من چیست و به من در انجام خواسته ات توسط روح القدس کمک فرما خداوند به زندگی من بیا و در تمام قسمتهای آن خدایی کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین